سلام رفقا، حال شما چطوره؟ ایشالله که خوب خوب باشین و هر جایی هم که هستین سالم و سلامت باشین. اوضاع و احوال همه چی هم ردیف و روال خوب و عالی. آقا اومدیم سراغ سیزن جدید بازی کلش رویال و البته چالشی که اینجا سم کنیم بریم سراغش یه ذره بررسیش بکنیم و این حرفا. بالاخره رسیدیم به فصل 33 بازی کلش رویال که مصادف شده با ششمین سالگرد بازی کلش رویال. بازی کلش رویال 6 ساله شد و اینجا حالا جوایز و چیزهای جدید شروع شده. فصل مارس، تولد رویال. فکر میکنم یه ذره کچ سلیقگی کرده، میتونست بذاره تولد سلطنتی، ولی کلا خیلی خوبه. تمش هم که میبینی خیلی باحاله و کلا اون کارتی هم که فعلا ارتقا پیدا کرد و تقویت شده شاهزاده سیاه دارک پرینس. و اما خب از اون جایی که حالا یه سری چیزاش مشخص شده که چه چالشای پیش رو هست و نمیدونم چه استیکرهایی قراره به ما بده و این چیزا، کلا این یک ماه آینده، این فصل 33 حول این اسپریتا میگرده. حالا نمیدونم این روح برقی، روح اون شفابخش، روح آتشین، روح یخی، همه این روحا بهشون خیلی پرداخته میشه توی این فصل. و کلا بلیت طلاییش رو هم داریم اینجا با هم دیگه میبینیم که اگه بیایم و بلیت طلاییش رو تهیه بکنیم این جوایزا بهمون میرسه. به نظرم خوبه. میدونی توی فصلهای مختلف بازی کلش رویال ما معمولا یکی دوتا استیکر گیرمون میاد، حالا دیگه خیلی خوش شانس باشی یه چالشای خیلی خوبی بذاره و مثلا از بلیتی که خریدی بیشترین سودو ببری. ولی خب از روی تجربه میگم معمولا توی بازی کلش رویال و البته کلش آف کلنز کلن بازی سوپرسل وقتی مصادف میشه با زمان سالگرد بازی، تولد بازی، بیشتر میتره کنن اون ماه. و در نتیجه اگه دو دل بودین توی ماهای اخیر که بلیط طلایی بخرم یا نخرم، خب یکی دو سه ماه اخیر واقعا چرت و پرت بود بلیط طلاییش، هیچ چیز خاصی نداشت از اون ماهی که 3-4 تا هیرو وارد بازی شدن تا الان. ولی خب این ماه به نظر من ماه خوبیه. اگه دوست داشتین بلیط طلاییشو تهیه بکنید برید سراغش، چون که کلی استیکر و جوایز خیلی خوب قراره گیرمون بیاد. مطمئنن چالشای خیلی خوبی هم اینجا قراره به بازی اضافه بشه که خب اولین چالش این چالش افزایشی تولده که امروز می‌خوایم بیایم بررسیش بکنیم ببینیم چطوری بزنیمش. البته حالا میایم سراغش، مونتا پیوستن بهش که رایگان و کاری نداریم. مهمترین نکته در مورد این چالش اینه که آقا رایگانه، برو بباز، اصلا مهم نیست، اصلا برای چی داریم ویدیو میگیریم؟ خلاصه که آقا جان با هر ترکیبی که دوست داری از ترکیبایی که اینجا داری، هوک سایکل، برو هر چی دوست داری برو بردار، برو تو این چالش 9 تا 10 تا مسابقه رو ببر، این جوایزی که اینجا هست رو بگیر. میبینین دیگه اکثرش هم همین روحاییه که بهتون گفتم، از این روحا خیلی زیاد داره این فصل جایزه میده و احتمالاً تقویتشون میکنه و البته کلی طلا و این چیزا. بقیه چیزها رو هم که حالا اینجا با هم دیگه مشاهده میکنیم. استیکر اصلی این ما هم خب اینه که اینجا داریم میبینیم، اگه بلیط طلایی بگیریم بهش دسترسی پیدا میکنیم. ولی خب 3-4 تا استیکر دیگه هم تبلیغ شده که این ماه قراره اضافه بشه، شاید به صورت رایگان داده بشن، شاید هم توی این قسمت بگی که بیا نمیدونم جم بزن و این چیزا که دیگه مال اوناییه که خیلی جم دارن. منتها آقا بذاریم ببینیم که اون کتابی هم که آخر فصل بهمون میده کتاب خب کامونه و برای کارتای عادی خوبه، میارزه، من که خیلی دوست دارم. و حالا میخوایم بریم سراغ این چالشی که اینجاست. بازم میگم خیلی ساده است و از اونجایی که باخت نداره، یعنی سه بار باخت نیست، شما هر چقدر خواستی برو بباز، دیگه بازی لطف کرده به مناسبت تولدش و این چیزا، اینو رایگانش کرده برای همه که همه این جوایزا رو جمع بکنن. ولی مطمئنا چالش‌های بعدی که حالا روزهای آینده اضافه میشه دیگه اینطوری نیست، چالش‌هایی که حالا خوب باشن، جذاب باشن و بیشتر میایم سراغشون. ولی آقا در رابطه با این چالش، خب همونطور که گفتم از همه دکاتون میتونین استفاده بکنید، واقعا با هر دکی که بیشتر بلدین میتونین برین سراغش. اما از اونجایی که این چالش نوع افزایشی داره، یعنی اولش اگه اینجا رو بخونین قشنگ کامل توضیح داده، خیلی اوکی و عادی بازی شروع میشه، بعدش یه دقیقه که بگذره بازی اکسیر دو برابر میشه، بعد دیگه آخرش اکسیر همینطور بیشتر تولید میشه، همینطور بیشتر بهتون داده میشه. و خب خوبه اگه بیاین از چیزایی استفاده بکنین که خیلی شلوغ میکنن مپ و این چیزا. در نتیجه من چیزی که خودم بهتون خیلی توصیه میکنم اینه که بیاین سراغ همون ترکیب معروف گالم اکسیری که احتمالاً همتون باش آشنا هستین، خیلی هم آسونه، خیلی هم قویه و نگران لول کارتاتون هم نباشین. اگه زیاد از این دک مثلا استفاده نکردین و نمیدونم لول کارتاتون پایین و این چیزا، دیگه مهم نیست، خودتون میدونین توی اینجور چالش ها همه کارت ها به لول استاندارد یعنی 11 میرسن و خب دیگه همه چیز برابره، میتونین به این خیلی راحت از این دک استفاده بکنین، این چالش رو بزنین و بتره کنین.
اگرم بلد نیستین از این دک استفاده بکنین، جلوتر میدیم یه دونه ویدیو ازش میبینیم که اوکی بشه. امیدوارم که به دردتونم بخوره. برید این چالشو بزنید، بتر کنینش، همه جوایزشو بگیرین. بقیه چالشای فصل رو هم اونایی که به درد بخور هستن حتما میریم سراغشون، توی همین کانال قرار میدیم. و اینکه کلا تولد 6 سالگی بازی کلش رویال رو هم تبریک میگیم. خیلی خب، بریم سراغ این دک ببینیم که چطوری میتونیم خیلی راحت با این دک این چالش رو ببریم. خب طرف شبیخون زد، با هوگ اومد سراغمون. ببین خیلی راحت، ما چون که نیروی زمینی خیلی قوی نداریم دیگه، با همین دوتا دراگون، یعنی با همین بیبی دراگون و الکترو دراگون اینا رو میگیریم. خب این 9 تایی هم اومد اینجا و با اسپل سممون خیلی راحت 9 تا اکسیرش از بین رفت. دقت کردین دیگه. خب الان ما شروع میکنیم به حمله کردن. کارت اصلیمون توی این دک همون جور که خب مشخصه گالم اکسیره و ما میذاریمش جلوی هیلر، دقیقا چسبیده به هیلر، از سمت دیگه داره با هوگ میزنه. ولی خب این بر پکا داره، من ترجیح میدم که حمله بکنیم. میبینین دیگه روح شفابخش رو فرستادیم، یه دونه اسپل سم، یه دونه رش، تمومه. یه طرفو زدیم، هوگش حالا اونور برا ما پاکسازی کرد، هر کارو خواد بکنه. ما اینور رو زدیم و قطعا میریم سراغ خود تابر. ببین اینجا همچنان هیلرمون و دوتا بیبی دراگون و الکترو دراگونمون دارن چیکار میکنن. خب دوباره این نهتایی ها رو اومد و دوباره اسپل سم رو میندازیم روشون، یه دونه ضربه الکترو دراگون بهشون بزنه دیگه خود سم کارشون رو میسازه. و میبینین دیگه دوتا الکترو دراگون رسیدن به تاور اصلی، هیلر داره اونجا با مگانایت میجنگه و دوباره از این سمت هوک فرستاد. میتونیم دفاع بکنیم ولی خب به نظر من خیلی هم اهمیتی نداره، چون این تاور رو میزنه، هوک خیلی سرعتش زیاده و اگه یه وقت دیدین که فرصت برد داریم بریم برای بردن. دوباره این نه تایی ها رو اومد، چه اصراری داره. ما هم که از این سمت دو تا دونه گالم اکسیری فرستادیم، روح شفابخش هم فرستادیمش. اوه 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 بیچارش کردیم، یه دونه اسپل ریج و تمومه. تمومه این مگانایتش هم با تورنادو کشیدیم وسط مزاحمت ایجاد نکنه و یه دونه اسپل ریج دیگه و تموم. تمومه، قطعا تمومه، داره زور میزنه ولی خلاص. خیلی خب دوباره الان دو موقع شروع به ما هیلر و گالمکسی رو داده. خیلی هم خوبه، عالی ترین روش برای شروعش همینه. ما گالمکسی رو میذاریم، هیلر دقیقا چسبیده پشت سرش، بیبی دراگون و الکترو دراگون رو هم میذاریم. ترجیحاً اگه هر دوتاشو داشتین اول الکترو دراگون بعدش بیبی، چون بیبی سرعت بیشتری داره میره جلوتر خودش. خب اینجا ببینیم که یه دونه ویزارد انداخته، ما اسپل ریجمون رو میندازیم با تورنادو، این جاینتاشو نگه میداریم تا همون بیبی دراگون و الکترو دراگونمون کارشو تموم بکنن و یه دونه اسپل سم دیگه هم میندازیم. تمومه. به نظر من اون ویزارد نمیتونه خیلی مشکل ساز بشه و تاور سمت چپو که زدیم با همین بند وسطمون زدیم تاور سمت چپشو، این ویزارش هم از بین بره. اوکی خب از سمت راست دوباره شروع میکنیم به حمله کردن. ببین الان ما ول کردیم سمت چپ و جاینت میاد قطعا اینورو خیلی هم دمیج میزنه. هوگ هم گذاشت دیگه، زده سمت راست سمت چپو. ولی ببین ما از سمت راست چیکارش میکنیم. دو تا دونه گالم اکسیری، دو تا هیلر، الکترو دراگون، بیبی دراگون، یه دونه اسپل ریج، نابود میشه سمت راستش. حالا بس از سمت چپ میخواد بره سراغ خود تانهالمون، خود تاور اصلیمون، ولی خب ما با اسپل تورنادو میکشیمش روی سم. سمت راستش رو هم دوباره از بین بردیم، رسیدیم به تاور اصلی و هیچ شانسی نداره. تموم، بازی به خیلی سریع، اصلا حتی قبل از اینکه برسه به اکسیر 5 برابر رو همون اکسیر 3 برابر کارش رو تموم کردیم. اینجا یه دونه هیلر هم میندازیم که هوگش یهو غافلگیر نکنه، یه ضربه دیگه بزنه، خلاص. خیلی خب رفقا، اینم از این. امیدوارم که به دردتون خورده باشه، از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برین این چالش ها و این چیزها رو همه رو بزنین، بهتر کنین، جوایزش رو جمع بکنین. کلی توی این فصل که فصل تولد 6 سالگی بازی کلش رویال هم هست، جوایز مختلف توی راهه که میتونیم همه رو به دست بیاریم و اکانتمون رو کلی قوی تر بکنیم. اگه خواستین رویال بلیت یا همین بلیت طلایی رو هم برای خودتون تهیه بکنین، من آموزشش رو براتون توی کانال قرار دادم، لینکش همین بالا براتون میذارم و خیلی راحت و امن میتونین تهیهش بکنین. و خلاصه که امیدوارم خوشتون بیاد و به دردتون بخوره. دمتون گرم، مثل همیشه هم خواهش دارم ازتون که لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نرو. بقیه ویدیوهای منم همونطوری که خودتون میدونین میتونین توی کانال یوتیوب دنیای مستر پانک تماشا بکنین. دمتون گرم آقا، تا ویدیوهای بعدی، فعلا.